میخوام مزاج شناسی رو به زبون ساده خیلی راحت و روون جوری یادتون بدم که نیاز به حفظ کردن حتی یک کلمه هم نداشته باشید، ولی خیلی عمیق و خوب بفهمید. دو تا خط نیاز داریم. دو تا خط که مثل مثبت همدیگر رو قطع کردن. بالا می نویسیم گرم، پایین سرد، سمت راست خشک و سمت چپ تر. به همین سادگی این مبنا و بیس کار ماست. خب تا اینجای کار ما 4 تا آیتم داریم: گرمی، سردی، تری و خشکی. 4 تا فصل هم داریم. فصل ها بر اساس ترکیب اینا با هم دیگه جایگذاری میکنیم. تابستون میشه چی؟ گرم و خشک. پس بین قسمت گرم و خشک این بالا مینویسیم تابستون. فصل بهار هوا هم گرم نسبتا هم رطوبت و بارونیه دیگه، پس گرم و تر. بهار هم کنارش بالا مینویسیم. زمستون هم سرد هم تره، یعنی بارندگی‌ها در زمستون به اوج خودش میرسه و سردم هست. پس پایین سمت چپ می‌نویسیم زمستون. و پاییز، پاییز هم که مشخصه دیگه، فصل خشکیه، در این حال سرد هم هست. پس تابستون، بهار، زمستون و پاییز، این 4 تا آیتم رو ما توی نمودارمون قرار دادیم. یه 4 تایی دیگه هم داریم. همیشه اعتقاد به این بوده که جهان از 4 رکن تشکیل شده، یعنی شما هر چیز رو بررسی بکنید تهش که از این 4 تاستین از نظر حکمای قدیم بوده. یعنی یک آیتم آبی، یک آیتم آتش، یک آیتم هوا یا باد اصطلاحا، و یک آیتم خاک. این ارکان 4 که از گذشته معروف بوده رو ما تو این جدول میخوایم جایگذاری بکنیم. خب آتش که تکلیفش مشخصه، میره کنار تابستان قسمت بالا سمت راست، یعنی هم گرمه و هم خشک. آب هم مشخصه دیگه، هم سرده و هم تر. شما با آب تو حالت معمول دست میزنی سرما و رطوبتش شاخص‌تره. خاک هم از قدیم میگفتن دیگه، خاک سرد. خاک سرده، در این حال رطوبتی نداره، خشکه مشخصا. و آیتم بعدی میمونه هوا یا همون باد که گرمه و تر معمولا. این آیتم ها رو ما توی این 4 قسمت نمودارمون قرار میدیم. یه 4 تایی دیگه هم داریم که احتمالا جسته گریخته اسمهاش رو شنیده باشید، به اسم صفرا، دم، بلغم و سودا. اینا هر کدوم کنار یکی از اینا قرار میگیره. صفرا همون مزاج آتشین یا تابستانیه، دم میره کنار هوا یا بهار میشینه، زمستان و آب با بلغم همراه هم، بلغم تو این قسمت قرار میگیره، و سودا میره کنار پاییز و خاک. خب تا اینجا این دایره مهم رو تو ذهنتون تثبیت کنید و اگر خوب این دایره رو درک کنید مزاج شناسی رو راحت میتونید بفهمید. اصلا هم نیاز به حفظ کردن نداره. شما نیاز نیست که برای دانستن ویژگی های یک صفراوی مزاج کلی مطلب حفظ کنید. کافیه فقط آتش و تابستان رو خوب بفهمید. یعنی اگه بفهمید که ویژگی های آتش چیه، ویژگی های تابستان چیه، صفراوی مزاج رو هم کاملا متوجه میشید. فقط قبل از اینکه وارد توضیح کاربردی مطلب بشیم یه نکته رو خدمتتون بگیم. ببینید هر فرد یک مزاجی داره، یک طبعی داره. مزاج افراد بر اساس یکی از این 4 قسمت تقسیم بندی میشه. یعنی شما دقت کرده باشین بعضی اخلاقهاشون، رفتارهاشون آتیشی و تنده، بعضی آروم و خیلی سرد و بی‌حس و حالن مثل آب، بعضی خیلی پرشور مثل یک باد همه جا تحرک دارن، دمویان، بعضی مثل خاک سرد و سفت و سختن. این ویژگی های مزاجی رو ما میخوایم برای شما دقیق توضیح بدیم، بفهمیم هر فردی چه مزاجی داره، این مزاجش باعث چه ویژگی های روحی و چه ویژگی های جسمی تو وجودش شده. وقتی میگیم صفرا، اگر ما ویژگی های آتش رو متوجه بشیم صفرا رو هم متوجه میشیم. یعنی اگر ما میخوایم یک چیزی که در درون ماست اون رو متوجه بشیم، ببینیم متناظرش در جهان خارج چیه. صفرا در درون ما و متناظرش در خارج که همون آتشه. اینها یک حقیقته، یک مطلبه، یک مفهومه. هر کدوم متوجه بشیم یکی دیگر متوجه شدیم. یعنی چی؟ بذارین با مثال براتون توضیح بدم.
از صفرا گفتیم، یعنی کسی که صفراویه مثل آتش باید باشه. آتش ویژگی‌هاشو بررسی بکنیم. یک صفراوی مزاج مثل آتش گرم و پر انرژیه، مثل آتش پر سر صدا و پر تمطراقه. یعنی شما وقتی یک آتش جای روشن میکنید، تو یک شبی در نظر بگیرید، حتی از کیلومترها دورتر نور اون آتش دیده میشه. برای همون فردی که روحیاتش صفراویه مثل آتش، شاخصه، همه جا سر صدا و رفتارهاش خیلی واضح به چشم میاد. برونگراست، یعنی همونطور که آتش شما نمیتونی یه آتش رو پنهان بکنید معمولا، و خودش فریاد میزنه که من آتشم حتی از فواصل دور. ویژگی روحی یک صفراوی اینه که اگر کاری بکنه، رفتاری داره، شخصیتی داره، دوست داره اونو بروز بده. خیلی ساکت نیست، همیشه در حال فعالیت و حرکته، پر جنب و جوشه، پر انرژیه. ویژگی جالب صفرا اینه که مثل آتش سوزاننده است. آتش با کسی شوخی نداره، خیلی اهل ملاحظه نیست، میسوزونه دیگه، میگن تره خشک با هم میسوزونه. آتش ویژگیش اینه. بر همون یک فرد صفراوی اگر این صفرای خودش رو کنترل نکنه، این ویژگی رو متاسفانه خواهد داشت، یه مقدار غیر قابل کنترل میشه. یعنی اگر نسبت به یک مسئله دچار خشم بشه، ناراحتی بشه، این آتشش به این راحتی فروکش نمیکنه و سوزاننده است. ملاتفت و ملایمتی در آتش شما نمیبینید. همینطور شخصیت آدم صفراوی اگر از یه حدی بیشتر بشه این صفراش، باعث میشه که خیلی بدون ملاحظه باشه. خیلی صریحن افرادی که مزاج صفرا دارن، صریح اللهجه و روک هستن، اصلا اهل ملاحظه نیستن. البته این تا حدی خوبه، ولی اگه بیشتر از یک حدی بشه، خب ممکنه برای بقیه آزاردهنده بشه. دیگه چه ویژگی هایی داره مزاج صفراوی؟ آتش رو دوباره بررسی بکنیم. آتش بالانشینه. شما وقتی یه جای آتش روشن میکنید، دوست داریم آتش خودش رو به سمت بالا ببره. این ویژگی در افراد صفراوی هم هست، یعنی تمایل دارن که تو هر موقعیتی که قرار میگیرن بالانشین باشن. حس مدیریت، قدرت تصمیم گیریشون تو فضای مدیریتی بسیار بالاست، یعنی تمایل دارن رئیس باشن. به زبون ساده تر، خیلی کم پیش میاد که یک صفراوی بتونه زیر دست بودن رو تحمل بکنه. همیشه دوست داره تو هر جمعی، چه جمع کاری، چه جمع خانوادگی، چه دوستانه، دوست داره اون دستور بده و بقیه به حرفش گوش بدن. پس یک ویژگی خیلی مهم صفراوی اینی که میلی به تحکم و دستور دادن داره، زیر دست معمولا قرار نمیگیره. صفراوی مزاج سریعه، همونطور که آتش سریعه. شما آتش رو آروم و ساکت یه گوشه نمیبینید، همیشه داره با سرعت کارش انجام میده، میسوزونه، جلو میره، پیشروی میکنه، بقیه رو درگیر میکنه. این ویژگی های صفراوی هم هست. آتش هیچ وقت شکل ثابتی نداره، دائما در حال تغییره. یه صفراوی مزاج هم همینطوره، همش دوست داره فضای جدید، محل جدید، موقعیت جدید رو تجربه کنه. اگر یه خانم خونه دار صفراوی مزاج باشه، دائم دوست داره دکور خونه‌اش رو عوض بکنه. آقایی که صفراوی مزاجه بیشتر از بقیه شغل عوض میکنه، فضا عوض میکنه. روحیاتش همینطوریه که دوست داره دائما بچرخه، این ور اون ور تجربه بکنه. یه دفعه تصمیم میگیره که بره مسافرت و یه دفعه هم میرن. یعنی طرف شب تصمیم میگیره که شب برم مسافرت و فرداش سفره، چند ساعت بعدش سفره، اصلا نیاز به برنامه‌ریزی نداره. سری، آنی، با سرعت زیاد دوست داره که فضاهای جدید رو تجربه بکنه. نسبتاً تنوع طلبن اینجور افراد. تمرکز یه صفراوی مزاج کمه، به همون علت که گفتیم سرعتش زیاده، هیجانش زیاده، سکون نداره، پس در نتیجه نمیتونه یه گوشه متمرکز بشه. ویژگی آتش همینه. شما آتش هر لحظه داره جا عوض میکنه، هر موقعیت با موقعیت قبلی تفاوت کرده. شما هیچ آتشی رو تو جهان مثل هم نمیبینید. تمام تصاویری که از آتش هست، این یکی با اون یکی دیگه فرق داره، مثل هم نیستن. البته این نکته مثبت در مورد تغییر و تحول اینه که روحیاتشون به سمت اختراع، ابتکار و تجربه چیزهای جدید خیلی تمایل بیشتری داره و این چیز خیلی خوبیه. یه ویژگی جالب دیگه صفراوی مزاج اینه که
تودار نیست. اصلا شما مگه میتونید آتش رو، نورش رو، گرما و حرارتش رو پنهان کنید؟ هر جا باشه خودش رو بروز میده، یا از طریق گرما، یا از طریق نورش، یا از طریق سر و صداش. یک حرفی رو از کسی میشنوه، یک کاری رو که انجام میده، یک خبر جدیدی که میشنوه، اینو دوست داره به همه بگه. پس دقت کنید اسرارتون رو تا جایی که میتونید به یک صفراوی مزاج نگید، به یک آتشین مزاج نگید. صفراوی ها اهل سفر و هیجانن، اهل گردشن، اهل تفریحن. همونطور که آتش ویژگی های تحرک و پویایی خاصی داره. دقت کنید اینا که توضیح دادیم به معنی استعدادی که افراد در این زمینه دارن. ممکنه یه نفر تمرین کرده باشه، زحمت کشیده باشه، این ویژگی هایی گفتیم رو تغییر داده باشه، ولی بدونید استعداد یک صفراوی در مثلا عجله داشتن، در سرعت بیشتری داشتن نسبت به یک انسان بلغمی خیلی خیلی بیشتره. تا اینجا ویژگی های روحی و رفتاری صفراوی مزاج رو به صورت خلاصه گفتیم. هیچ کدوم هم حفظ کردنی نبود، فهمیدنی. یعنی شما کافیه که چند دقیقه بشینید تمرکز کنید در مورد ویژگی آتش، هر چی به ذهنتون رسید همون در مورد صفراوی مزاج هم صادقه. و جالب اینه که باز برای اینکه بهتر متوجه بشید نقطه مقابل آتش چیه؟ آتش با چی خاموش میکنن؟ با آب، که تو این نمودار همون بلغم حساب میشه. یعنی هر ویژگی که در آب هست در آتش نیست، نقطه کاملا مقابلشه. یکی دیگه از روش های شناخت صفراوی مزاج شناخت بلغمی مزاجه، شناخت آبه. هر چی که اون هست تو عکسش بکنید میرسید به اون و در واقع نقطه مقابلش. برای همون ما میخواییم آتش خاموش کنیم از آب استفاده میکنیم. میخواییم به کسی که خیلی عجله داره و پر انرژی و مقدار زیادی، این انرژی زیادش ممکنه آسیب بزنه، اینو کنترل و تعدیلش بکنیم، از یک بلغمی کمک میگیریم برای این کار. بریم ویژگی های فیزیکی صفراوی مزاج رو هم بگیم، بعد بریم باز نقطه مقابل صفرا که همون بلغمه. ویژگی ظاهریش چیه؟ یعنی از لحاظ فیزیکیش رو تشخیص بدیم یه فردی صفراوی هست یا نه. بازم برگردیم به همین آتش، به همین گرمی و خشکی. گفتیم که مزاج صفرا مزاجش چیه؟ گرم و خشک. پس بدنی که خلق شده باید متناسب با میزان گرمی و خشکی باشه. در نتیجه این بدن سوخت و ساز بیشتری داره، دمای این بدن گرمتره. طبیعتاً وقتی سوخت و ساز یه بدن بیشتره نیاز به اکسیژن بیشتریه. وقتی اکسیژن بیشتری نیاز باشه محل ورود دریافت اکسیژن هم باید بزرگتر باشه. یعنی دهان و بینی ها به نسبت یک فرد بلغمی مزاج بزرگتره. آفریقایی رو در نظر بگیرین تو ذهنتون، دهان بزرگ، بینی های یعنی با سوراخ بینی بزرگ، اینا طبیعیه چون نیاز دارن هوای بیشتری در واقع وارد بدنشون بشه که اکسیژن بیشتری باشه و بتونن سوخت ساز بدنشون رو تقویت و بیشتر کنن. پس از لحاظ فیزیکی معمولا صفراوی مزاج ها دهانشون و سوراخ بینیشون بزرگتره. پوستشون خشک یا مرطوبه؟ مشخصه دیگه، اسم این مزاج مزاج گرم و خشکه، پس پوست خشکی دارن و مستعدن برای بیماری های پوستی که از جنس خشکی باشه. ویژگی بعدیش اینه که سینه ستبری دارن. همونطور که گفتیم مزاجشون گرم، نیاز به اکسیژن دارن، پس باید محل قرارگیری ریه محل درشتری باشه. پس سینه های ستبر تری دارن به نسبت یک فرد بلغمی، پس معمولا چهارشونه. یکی از ویژگی‌های جالب گرما در خلقت انسان اینه که اندام‌های لطیف‌تر در مجاورت با گرما کمتر مجالی برای رشد پیدا می‌کنن. یعنی چشم که یکی از لطیف‌ترین اندام‌های بدنه، در مورد یک فرد صفراوی مزاج مقداری کوچک‌تره. چشمان صفراوی در مقایسه با یک بلغمی چشمان کوچکتریه به نسبت. پیشانیشون پیشانی بلندتریه، چون باز هم همین گرما باعث میشه که منطقه رستنگاه مو کمتر زمینه رشد داشته باشه. اصطلاحاً، حالا اینا اصطلاحه، ریشه مو خیلی تو اون گرما
عمل نمیاد، باعث میشه که سطح پیشانی بلندتری داشته باشن. بدنشون نقاط تیز زیادی داره، برای همون تا جایی که امکان داره در بدنشون نقاط منعطف و منحنی رو کم میبینید، یعنی بیشتر به سمت تیزیه، چونه تیز، دماغ نسبتاً تیزتر، آرنج تیزتر، دقت کرده باشیم بعضی آرنجشون یا زانوشون تیزتر، بعضی ها گوشتیتر و نرمتر و گردتر اصطلاحا. اینها ویژگیشون اینه که تیزی در اندامهای بدنشون بیشتر نمود داره، چه در صورت چه در بقیه اندامهای بدن. کیفیت موی بدن چطوریه؟ جالب به یه نکته علمی بدونید، یکی از کاربردهای مو در بدن تخلیه و تبادل حرارته. یعنی چی؟ رادیاتور رو دیدید؟ مکانیزم کار رادیاتور در منزل برای گرما دادن چطوریه؟ گرما از طریق لوله ها به پره های رادیاتور منتقل میشه. این پره ها هرچی پهن تر باشن گرما رو بیشتر و بهتر منتقل میکنن، خودشون خنک میشن، گرما منتقل میشه به محیط و شما گرمتون میشه. پس یکی از روش های انتقال حرارت اینه که اون سطح مقطع پهن تر باشه. خب پس در مورد مو، کسی که مزاج گرمی داره برای اینکه این گرمای بدنش رو بتونه بهتر تخلیه بکنه، اینه که پره های بدنش، این رادیاتورش یا اصطلاحاً موهای بدنش پهن‌تر باشه. در نتیجه یک صفراوی مزاج موهای نسبتاً زبرتری داره، موهاش خیلی نازک نیست، هم زبره و هم خشکه، و این خشکی باعث میشه که موهاشون نسبتاً مجعد یا فرخورده باشه. مو یا هر رشته‌ای وقتی که گرما بهش میرسه خشک میشه، در این خشک بودن رطوبتش از دست میره و فر میخوره. اینو شما امتحان بکنید، یک رشته پوست خیار رو در نظر بگیرید، بذارنش تو آفتاب، بعد میرین جمع شده، خودش رو جمع کرده. این جمع کردن اصلا همون فر خوردنه. در مورد مو هم همین اتفاق هست، برای همون افراد صفراوی مزاج کمی موهاشون نسبتا فر داره. رشد موشون چطوریه؟ رشدشون هم به نسبت زیاده، چون گرمای بدن بیشتره، سوخت و ساز بیشتره، دفع مواد زائد بیشتره. یکی از کارکردهای دیگه رشد مو در بدن اینه که مواد زائد داره دفع میکنه از بدن، و این رشد بیشتر کمک میکنه که مواد زائد بیشتری دفع بشن، علاوه بر این که حرارت هم در واقع داره منتقل میشه از بدن. پس یک صفراوی مزاج موهاش هم زبره نسبتا، هم کمی فر داره و رشد بیشتری هم داره.